خب یه نگاهی میکنیم به قسمت سوم مقاله فدرالیست 63. اگه میتونید از این وب پیج آقای گوردن لوید استفاده بکنید. من الان گاهگداری نگاه میکنم به این دو کتاب Political Theory of the Federalist. دارید نگاهی بکنید وقتی دارید مقاله رو میخونید و An Argument Open to All توسط لوینسون. اینا به بیشتر یا تک تک مقاله های فدرالیست نگاه کردن و یه صحبتی راجبشون میکنن. این آقای گوردن لوید هم که بهتون گفتم توی ایمیل این وبسایتش Teaching American History رو گفتم که به دردتون میخوره و از توی ایمیل ازشون پرسیدم که چه کتابی رو فکر میکنن مهمه من بخونم برای ترجمه فدرالیست. گفتش که نوت‌های مدیسون رو در مورد کنوانسیون فیلادلفیا خیلی مهمه که تو ویدیو قبلی بهتون نشون دادم. بعد در ادامه از همون ویدیوهای قبلی گفتیم که این در مورد سنا صحبت میکنه و که خیلی خوبه که سناتورها 6 سال برای 6 سال انتخاب میشن و درسته این مدت طولانی و بعضیا میگن این سنای آمریکا میشه اشرافی و اینا، ولی نه، ما اینو احتیاج داریم اولا چون میخوایم دولتای دیگه اینجوری که خودش اینجا یه جایی راجبه ایمپارشال و از لغت ایمپارشال استفاده میکنه راجبه دیگران که به ما چجوری نگاه میکنن و حتی یه چند کلمه ای هم از اعلامیه استقلال آمریکا میگه. میگه ما میخوایم یه حالتی باشه که حالت ثبات و استواری تو این قوانینمون باشه. نمیتونیم هم سنایی داشته باشیم دو سال انتخاب بشه، هم مجلسی داشته باشیم که نماینده‌هاش دو سال انتخاب بشن. مردم به ما شک میکنن، به قانون قوانینمون شک میکنن، به اصلا طرز کارمون شک میکنن و به اینایی هم که میگه شما میگیدین برنامه اشرافی میشه این سنا و اینا، میگه نه، نگاه بکنید تاریخو که نگاه میکنید، تاریخ رومو نگاه میکنید، تاریخ کارتجو نگاه میکنید، یه تاریخ حتی انگلیس رو نگاه میکنید، میبینید که مثلا تو انگلیس این House of Lords شاخه ای از پارلمان که اشرافیه، میگه در عرض این چند سده دیدیم که یواش یواش House of Commons، پارلمان قسمت مردمیش، اونا قدرتشون هی بیشتر زیاد شده و House of Lords قدرتش کم شده. میگه اینم توی سیستم ما هم همینه، همینجوری که نماینده بیشتر میاد توی House of Representatives، مجلس نمایندگان، قدرت از سنا کم میشه. و غیر مستقیم هم یه جایی میگه که البته غیر مستقیم که چه عرض کنم، اصلا با کلمات بزرگ نوشته، با حروف بزرگ نوشته. یه جایی که خوبی این سیستم اینه که ما میخوایم یه قسمتی رأی و غیر مستقیم بکنیم که قوانینی که وضع میشه به خاطر این نبوده که مردم از روی هوا و هوس و بلهوسی رفتن نماینده ها رو بیکاری کردن یا سناتورهای حرفی زدن که اینا برن یه قانون که به ضرر مملکت وضع بکنن. یعنی میخوایم دموکراسی غیر مستقیم بکنیم تو این شعبه از مجلسمون، یعنی تو سنا اجازه ندادیم که مردم مستقیم بیان سناتورها رو انتخاب بکنن، چون طبق ویدیوهای قبلی مقاله فدرالیستای قبلی گفتیم که در سال 1913 بود که متمم 17 رو در قانون اساسی آمریکا کردن که سناتورها مستقیم توسط مردم انتخاب بشن. تا اون زمان state legislature یعنی مجالس ایالتی
سناتورها رو انتخاب میکردن، که میخواستن سنا بیشتر حالت مثلا یه مقداری ساورنتی این ایالات مختلف رو نشون بده، که ایالات مختلف خودشون یه حقوقی دارن، اصلا انگار تقریبا یه کشور مختلفی هستن. خواستن اون اونجا اون حالت رو نشون بدن، که ما میبینیم که دیگه یواش یواش از جنگ داخلی آمریکا، البته زمان مدتی طول کشید، ولی یواش یواش سیستم عوض شد که بله ایالات مختلف توی یه سری کار میتونن حرف آخر رو بزنن، ولی توی یه سری کار دیگه نه، زیاده روی نمیتونن بکنن، چون باید خیرشون رو گرفت. بعد از اونجا هم که همون کتاب آقای لوینسون که راجع به این مقاله صحبت میکنه، میگه مثلا بعضی از این قاضی های دادگاه عالی آمریکا رو ببین، یکیشون رو مثال میزنه و میگه که مثلا طرف رو ببین، این واقعا این کسیه که میاد توی راجبه این پرونده های مختلفی که میره دادگاه عالی آمریکا، این یک کسی هستش که اصلا میاد رفتارش سخ حرفاش طوریه که کشورهای دیگه نگاه میکنن و میگن آیا ما میتونیم به این ثبات در قوانین آمریکا یا دید قضات به این قوانین اصلا اعتماد بکنیم، ثباتی هست توش. و غیر مستقیم میگه که با اینکه پوبلیوس فدرالیست میگه که ما سناتورامون بایستین، سناتورامون آدم های درست حسابی میشن، قاضی های دادگاه عالی آمریکا آدم های درست حسابی میشن، ولی میگه بعضی وقتا میبینید که همچین اینجوری نیست، حداقل الان تو قرن 21 که نگاه میکنیم. یکی دوتا مثال میزنه. بعد از طرف دیگه حرف خوبی میزنه، میگه که الان مثلا رفراندوم و همه پرسی هستش تو بعضی از این ایالت ها که اگر مجالسشون تنبلی کردن، خواستن شونه از مسئولیتشون خالی بکنن و اینا، مردم خودشون میتونن با همه پرسی و اینا یه سری چیزها رو به مجالس دیکته بکنن. و این توی غرب آمریکا به خاطر دلایل مختلفی الان بیشتره این برنامه رفراندوم اینا. بعد آقای لوینسون میگه که آیا توی این 51 قانون اساسی که هست، 50 ایالت ها قانون اساسی دارن، یکی هم که همین قانون اساسی فدرال که ما داریم راجع بهش حرف میزنیم دیگه، میگه توی این 51 آیا سیستمی نیست، چیزایی نیستش که ما ازش الان چیز یاد بگیریم؟ اون زمانی که قانون اساسی رو نوشتن نگاه کردن به خوبی های و بدی های قوانین اساسی دولت های مختلف اون زمان، کلی چیز یاد گرفتن. میگه الان ما نمیتونیم بیایم قوانین اساسی ایالات مختلف رو ببینیم و ازش یاد بگیریم، شاید قانون اساسی آمریکا رو یه ذره عوض بکنیم. و همون جوری که مثلا یه زمانی این اومد نگاه کرد توی مقاله 63 به فدرالیست، به ایالت سنای ایالت مریلند و گفتش که ببینید سنای ایالت مریلند سناتوراش برای 5 سال انتخاب میشن و چیزهای مختلف رو میگه، که میگه ما از اون یاد گرفتیم یا میبینیم که ایرادی نداشته، دردسری برای اون ایالت درست نکرده، ما تو این قانون اساسی این برنامه رو برای سناتورا پیاده کردیم. پس میگه اگه اونا اون زمان میتونستن بیان نگاهی بکنن به قوانین اساسی ایالات مختلف، اگه یه چیز خوبی داره ازش بهره مند بشن، میگه ما چرا الان نیایم
از نگاه بکنیم به قوانین ایالت های مختلف تو آمریکا و اگه چیز جالبی توشون هستش بیاریم تو قانون اساسی کنونیمون. در هر حال برای مایی که الان تو قرن 21 زندگی میکنیم خیلی مهمه که مام از سیستم های فدرال مختلف یاد بگیریم، مطالعه بکنیم، ببینیم کدوماش بعضی جاها سستی داره، بعضی جاها با یه سری چیزهای خوب برخورد نمیکنه و با استفاده با اون بتونیم یه روزی کنوانسیونی جمع بشیم و یه قانون اساسی درست حسابی برای اتحاد دنیا بنویسیم. خب من این ترجمه اولم رو ضمیمه میکنم. خب همونجوری که میدونید من سعی کردم دیگه همینجوری بچسبم به متن و نوشته توی این فدرالیستا توی این ترجمه اولم، زیاد گوش و کنار نرفتم، راجع به چیزهای دیگه صحبت نکردم. حالا همینجوری که پیش میریم، همونجوری که میبینید توی این چند تا ویدیوی گذشته و این سری دوم ترجمه هم، دیدید من بیشتر دوست دارم راهنمایی بکنم، اشاره بکنم به تمام اون کتاب ها و ویدیوها و منابع و مواخذی که شما میتونید همین زبان مشترک رو یاد بگیرید، هم تاریخ تمدن آمریکا رو یاد بگیرید. پس موفق باشید، امیدوارم که در خدمتتون باشیم.